خیلی از دیشب تا الان پیام دادیم که در مورد فضا داخل قطار هم چیزی بذارم براتون. قطار هر واکنش کوپای مختلف داره که با یه راه روی که عرضش تقریبا 70 یعنی دو نفر پشت به پشت میتونن رد شن. وقتی که وارد کوپه مخصوص به خودتون میشین یه سری امکانات هست، حالا بسته به قطارهای مختلف متفاوته. الان کوپه مخصوص ماه که ما دو نفر هستیم، البته کوپه 4 هست به واسطه شرایط کرونا، اگر 2 هم بگیریم بهتون یه کوپه میدن. مهمترین قسمتی که توی هر کوپه هستش همین تختای 2 هست. یه دسته هست اینجا، دسته رو ببینید. این دسته رو به محض اینکه بکشین این تخت میاد پایین و خب یه نگه دارنده هم داره که کسی از بالا نیفته. پس عملا میشه 1، 2، 3، و 4 جای خواب داره. حالا من اینجا داشتم همین الانم یه توت میزدم. این یه فضای پذیراییه و اونجا یه فضای پذیراییه که وقتی که 4 توی فضا کنار هم نشستن میتونن از این دوتا میز تاش رو استفاده بکنن که به این شکل میشه. نردبونه متحرک هم هست برای بالا رفتن و این پرده هم که خوبه واقعا از این نظر که وقتی که پایین هم هست تصویر دیده میشه، ولی خب نور خیلی کمتری میاد. به دسترسی نوره، ترمز استراریه که انقدر مردم کشیدن جریمه گذاشتن. 2 کنترل ولوم و دما داریم اینجا که بلندی صدای پلیر ها رو نشون میده. این برای 2 که سمت مخالف نشستن و این LCD هم برای 2 که این ور نشستن. اگر هم کسی بخواد با هنس فری ببینه با این کنترل میکنه همون اتفاقات رو. یه چراغ مطالعه هم داره که خب این روی کتابتون یا روی هر چیزی که دارین مطالعه میکنین میافته نورش. فضاییه که حالا هم جای چمدونه هم جای این پک بالش و پتوه. یه پتوه کوچیک داره و یه بالش خیلی کوچیک اینجا دیده میشه. این بالشتشه که شاید این بالش بچه گونه هاست، ولی پتوش خب خوبه، هم پتوی نسبتا گرمیه، هم زیاد فضا نمیگیره، راحت تا میشه، دردسر نداره. اینجا یه دکمه ایه که مهماندار رو احضار میکنه و خب میتونیم از اینجا باهاش صحبت کنیم و اون با ما صحبت. بچه ها قطار برق داره، لازم نیست نگران شارژر و پاور بانک و لپتاپتون باشین. یه سطل بالا هم داره که خب یه کوچولو بدجاه، فقط هولدر وسایل داره و در نهایت هم آینه و اینم من. انتهای هر واگن بچه‌ها 2 قابلیت داریم. یکی دسترسی واگن ها به هم که اما از اینجا متقل که الان سیر ما خالی رو برن نمیدونم که میتونم هم رو ایلاتی باشه یا نه و خب واگن بعدی میتونیم بریم. الان یه باشه دسترسی ما به واگن. باز دوباره اگر همین وسط میدیم این برد برای کسی که از توالت هواپیما خیلی خاطرهای بد دارن، توالت قطار یه تجربه خوبه. یه توالت بزرگ با آب، با امکان سیفون و از همه خوبتر این که هم توالت فرنگی دسترسی داریم و هم توالت ایرانی. همونجوری هم که میدونی اینجا هم پکیجش کامله، استیل همه چی برای شستشوی راحت‌تر، بهداشت راحت‌تر از جنس استیل استفاده کردم. پنجره هم باز گذاشتم واسه تهویه. یک سطل زغال هم بیرون گذاشته، حالا الان با توجه به شرایط کرونا هم این رو گذاشته. یه نکته نهایی هم در مورد قطار بگم این که با توجه به قیمتی که بلیط قطار داره خیلی مهمه که شانس بیاریم که چه قشری با ما توی
قطار هستم با توجه به رنج قیمتی که داره، چون همه انتخابش میکنن، افراد با لول هم میتونن باشن، افراد لول متوسط و لول پایین هم میتونن باشن. هر چکشیه که برای شکستن شیشه در شرط اضطراریه. فعلا